چه بویی را انداختی؟ هنوز پخته نشده. ای وای سیب زمینی ساخت دست نزیده چاشته کی هسته؟ بابا من بابو؟ دودو من چی شده؟ نمه کرده بابا سلام چی گپ شده زود آمدی؟ دنبالی چی میگردی؟ سکه ها کجاسته؟ اونجا نیسته کجا موندی؟ جای بهتر ماندم کلگیشونه بیار اگه سکه داشتیم تو خونه از چرا نفروختی تا حالا پول منو بدی؟ برای چی میخوای؟ وضعیت کارگاه خراب شده کارگرها پولشونه میخوای اون آدم بفروشی؟ چاره دیگه دارم بگه ما هم که آدم نیستیم دیگه بابا جان من هیچ حقی ندارم توی خونه مربت بخ مکن حالیه جان کار کارو داره از دست میره او فروخ که پول نمیده خودم میخوای ما جا بزنم ما بفروشم سرمایه خودش دلش بسوزه که یک مال مفتی یه جایی رسیده است اگر سکار رو بفروشی همه چیز از دست موره اگر فروخ سمت نده چی؟ ها؟ وای اینقدر آنهاره نکوزن چی بکنم؟ ساختمونا رو بفروش یه ذره ارزون تر بفروشی بهتره تا همه چیزمون از دست بره ما که غیر اون اقرارنامه چیزی نداری اصلا پول من چی شد؟ از فرخ گرفتی؟ حالا این اظهار برستش معلوم بشم میگیرم بابا شما نمیتونی با فرخ کار کنی این مثل رحیم نیست امروز ازش جداشی بهتر از فرداست راست میگه تو را با خدایی کار نکن قسم در شای شهید مورا بدبخت نکن مردکی ساده چیه به جار جنجال میکنه؟ کدوم بدبختی؟ دلاره را فروختی هیچ نگفتیم یه دیگه آخرشی هست ندیست ما مانده من دلاره را به چی فروختم کارگاه پول کم بورد رحیم خدا بیامرزم اش داشت فروخت مجبور بودی؟ شما خودت همیشه نمیگفتی ما اینجا مهاجریم بعد یه پولی پس انداز داشته باشیم؟ حالا سهم من که هیچ رو حواست میخوای بقیه سکه ها را ببری بریز دامن فرو؟ کارگاه غریبه که نیست که کارگاه خودمانه من الان پول جور نکنم کارگر کار نمی کنم خریدارا دیل میزنن مجبوری میخونه آره مفت بفروشیم سرمایه ما نیست بیشن چرا شما نمیفهمی؟ شما میخوای پول از پسر خودت دریغ کنی؟ بعد ببری بریزی تو کارگاهی که تکلیفش معلوم نیست؟ ای پدر خوش خیالمه اون فرق که ایچی کار سخت محالیش نمیشه من واقعا بگیشم همه چی از دست میره من خود میبینیم چی کار نمیدونی به خدا نمیدونی بگه اون سلمه پولتو نفرستادی افغانستان چی شد؟ همش به باد رفت اون پسرت اون طور شهید شد دخترت هم دو سال روانی افتاد گوشه خونه تو خودت راضی نبودی افغانستان رفته؟ شما خودت نگفتی همه وطن دارا اونجا زمین خریدن ما چرا نخری؟ ای کاش لال بود چی میدانستم بچه من جوان مرگ بشه؟ به این پخت و قول ما بوده دیگه جنگ شد همه چی عدیز صف چه بکردیم؟ من واقعا دیگه به شما امیدی ندارم دوست دارین زندگیتون آتیش بزنید بزنید باش سکاره بیار مادر نکن بابا به هم گفت که قراره تمام وقت بری کلینیک کار کنی خیلی خوشحال شدم بله دایی گفت من نگفتم دایی گفت من گفتم چشم تا خوبه دیگه زور بالا سرت باشه زودتر از اون درمونگا کنده میشی من نمیدونم چرا باید از اون درمونگا کنده بشم نگار من اونجا رو دوست دارم واقعا اونجا حالم خوبه
اگه بخوام فقط برم مطعم اسم کنم فقط میخوام پول در بیارم. خب چه اشکالی داره پول در بیاری؟ بابا این همه آدم دارن از صبح تا شب کار میکنن، زحمت میکشن پول در بیارن که راحت زندگی کنن. من نمیدونم تو چرا فکر میکنی من دلم پول نمیخواد، دلم خونه نمیخواد، ماشین نمیخواد. من دلم همه اینا رو میخواد. اصلا یکی از دلایلی که رفتم تو مطعم برای همینه، برای اینکه پول در بیارم. خب تو چطور الان چیزایی که بابا بهت داده رو قدرشو بدون، بعد بابا بهت کمک میکنه چیزایی که دوست داری بهش برسی. فقط حافظ من واقعا حال حوصله اینو ندارم که بخوام دلم شور بزنه که جناب علی بری تو اون درمونگاه. من نمیدونم چرا هر موقع حرفم درمونگاه میشه تو فکر میکنی اونجا میدون جنگه، توپ و ترکش در میکنم. اونجا اینجور نیست واقعا. یه بار بیا از نزدیک ببین. مشکل تو میدونی چیه؟ تو به اونجا عادت کردی، به اون آدم ها، به اون محله. میگن ترک عادت موجب مرضه. اصلا نمیدونم چقدر سخته که اونجا دل بکنی. نه نگار جان، عادت نیست، من اونجا رو دوست دارم. من وقتی میرم اونجا لذت میبرم، حس میکنم دارم یه کار مفید انجام میدم. همین حرف بابا حرف منه. منم دلم میخواد که تو اون کلینیک کار کنی. اونجا بری سطح کاریت بالا میره، پیشرفت میکنی، ولی وقت زمانی که تو اون درمونگاه همینجور داره درجا میزنی. این تو اصلا برات مهم نیست که من برم یه جای کار کنم که اصلا دلم باش نیست؟ آی بس کن دیگه حافظ، مگه داری شعر میخونی احساسم دلم؟ بابا آینده کاریت زندگیت من نمیفهمم. من صادقانه دارم از خودم، از احساساتم باهات حرف میزنم. طبعا منم دلم میخواد از خودت، از عقلت حرف بزنی نه از احساست. حالا ببین مشکل چیه؟ موضوع چیه که ما الان نمیتونیم درست و منطقی با هم حرف بزنیم؟ ببین مشکل توقع آدمه. من دلم میخواد بهترین ها رو داشته باشیم. اصلا دلم نمیخواد که با کمترین ها زندگی کنیم. ولی انگار سقف آرزوی تو خیلی کوتاهه. عقل معاش نداری. این خیلی من آزار میده. اصلا خیلی داره اذیتم میکنه که با یه نون ساده قشنگ قانه. این خیلی بده. بعدم بیا اینو بگیر. این حلقه رو بگیر پیش خودت باشه. بگیرش دیگه. ببین چه نگاه. من فکر کنم تو هم از سقف آرزوهای من خیلی بلندتری. به لحظه نگاهی که تو داری، آن روی شماهی که تو داری، بیا بیا اوه 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 عجب ماشینی بابا. ایوه جلوره بدک نیست، بزن عکس بعدیش بابا. 2000 مصرفشون بالا نیست بابا، ولی عوضش خیلی شتابش بیشتره. خیلی بالا میگن اینا همشون یه چپ میکنن. بابا بده من، شما برو حاضر شو، بده من پیدا میکنم. بیا سرای خانم چطوره؟ بابا میگم شاسی بلندم خوبه. اجازه بدین پول بیا تو حسابتون بعد. مامان تو ماشین نمیخوای؟ بابا یه ماشین با کلاس برای خودت بخر دیگه، زشته. همش داری با آژانس و این تاکسی‌های اینترنتی میری بیرون. الان دیگه هممون میتونیم یه ماشین برای خودمون بخریم. 4 تا ماشین توی پارکینگ. این عقده‌ای. مادر من چه ربطی داره؟ الان مردم عقلشون تو چششونه. شما یه ماشین مدل بالا داشته باشی، یه لباس شیک تنت باشه، گوشی آخرین مدل دستت باشه، خیلی بیشتر رو حساب می‌کنن. پدر من این چی آخه؟ این تیپه یه مدیر موفقه؟ چرا دریوری میگی؟ امورایمت هم همینجوری لباس میگوشید. ای خدا بیا مرز امورایم، اونو ولش کن. الان شما که امروزی، شما که به روزی پدر من. قرار نیست همه پولا رو مف مف بدیم برا. پس اینجور که معلومه میخوای ساختمونا رو بفروشی. آره؟ اولش میخواستم همه رو رد کنم بره، ولی بعد که فکر کردم دیدم نه، نگهش میدارم. وای فرخ تو رو جد دیگه اینا رو به باد نده. دیگه تمام شد اون دوران سریا، دوران شکست و خرابکاری تمام شد. وقتی پول باشه همه چی حله. بابا میخوای دوباره اون مواد غذایی رو راه بندازیم؟ الان جواب میده. بیخود لازم نکرده. فرخ تو که هیچی از ساختمون سازی حالیت نیست. بیا یه فروشگاه بزرگ ابزار بزنیم درجه 1. بابا ماما راست میگه. کنارش هم میتونی یه بخش تعمیرات پس از فروش هم بزنیم. عزیز من علی جان تو این کار خبره است، خودش هم شریکه.
بعدش دلش برای کار میسوزه. اینجوری خیال منم راحت تره. بعدش ساختمونارم که ساختی با یه قیمت بالاتر و بهتر میتونی پولش کنیم. تمام. ده نه دیگه، نشد پدر من. علی جان چی میگه این وسط؟ شما دیگه نباید مثل قبل فکر کنی. الان مدیر اونجا شمایی بابا جان. شما باید به علی جان بگی چی کار کنه چی کار نکنه. شما باید بهش خط بدی. اینجوری بخوای بری جلو قشنگ تا آخر کار سرت سواره. حالا میبینی. بذار یکم بگذره فوتوفن کار بیاد دستم بعد. پس بگو عشق ریاسته که کشتتت. اون مادر من یه ذره یواشتر. الان بابا عزیز میشنوه دوباره سپیش میکنه میگه منم وردی دوید کارگاه. با چند تا از رفیقام صحبت کردم. خودم هم یه فکرایی دارم. نگران نباش نمیذارم کار از دستم در بره. چطور شد؟ به 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 عالی بابا درجه یک اصلا همینه. یه دقیقه وایسا فقط بابا یه دقیقه وایسا. بوده 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 به 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 بفهمید بفهم به به عالیه. حرف نداره. بله فقط یه چیز کوچیک کم داره بابا. این مسخره بازی رو بنازید. خواهش می‌کنم. اصلا قضیه جدی‌گیری ها خوشم نمیاد. تکمیلش میکنه به خدا. یه لحظه یه روز امروز رو ببخشید. معذرت میخوام. خوب شد این داداش من یه دو دست لباس خوب واسط فرستا. ای بابا. بفهم. خب. یه لحظه وایسو. خوبه دیگه اومد اومد بابا اینم بزن این تکمیل تکمیلش بکنه بذار دوتا از اینم بزنم رو بهت خوب خفهم کردی برو اونور ببینم خوش آمدین کارگرها کجا هم یعنی جان والا بیتون و بلیگه تمام شده گرفتار شده خب من یه قرار نبود خودت پرداخت کنی یک بار پرداخت کردم خب بار دوم معتر پوله بس بگو کار خوابیده پول حساب آقا رحیم هم حساب آقا رحیم هم که بسته است فعلا خب این ما قرار بود آهن بخریم والا ما دیگه بخریم نه قیمتش میره بالا ضرر میشه از دست منم خارجه قانونن تا زمانی که انحصار وراثت انجام نشه من میتونم اینجا رو پلم کنم ولی هر چقدر میریزم و میپیمونم میبینم نه باید کارگاه رو نگه داشت چون نمیخوام خودم ضرر کنم نه تو ضرر کنی نه هیچ کدوم از این کارگرم خیلی خوبه خودت پای کار باشی ما هم خیال ما راحت هستم پای کار هستم یه فکرایی هم دارم شما شریک هستی اختیار داری این وانتا برای کیه؟ کارگاه یعنی به نام امرحیم الان؟ بله اومن از امروز میاد اینجا مستقر میشه میخوام خریدار انجام بده بعدشم نرم نرم راوچا بیاد دستش مسئول خرید آقا موسی هست خیلی هم خوبه خیلی هم تجربه داره الان یکم زود کار بدیم دست آقا اومن فعلا که خریدی نداریم علی جان همه چی بلوک است بعدشم بالاخره اون مسئول خرید باید مورد اعتماد منم باشه دیگه نه
شما از همین امروز کارتون اینجا شروع میکنی؟ حالا اگه سوالی چیزی هم داشت از محسن میپرسه، خوبه؟ این سویچ وانتا دست کیه؟ دست محسن است. رفتیم پایین میگرم براتون. باش. شده از چشات نه مرمان. هیچی نشده، فقط فکر کردم که خیلی باید بد حرف زدم. ناراحت شده؟ نه 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 بابا، اشکال ندارم. خواستم برم عمه رو ببینم، خیلی پشیمون شدم. همینجور داشتم به پنجره نگاه میکردم، داشتم فکر میکردم انا عمه داره چی کار میکنه، تو الهام داری در باره چی حرف بزنی. نمیشه برخوان تخیل میکرد. پس دیوونه شدی؟ چرا؟ چرا نمیری بالا؟ حافظ خوش به حالت، تو خانواده داری، یه مادر داری، یه خواهرم داری که باش درد دل میکن. من نمیفهم تو چی میگی، یعنی چی تو این خانواده نداری؟ از وقتی که مادرم مرد خونم سوت و کور شد، بابا هم که بعد شبا دیر میومد، همش تو تاریکی میشستم. اصلا اینقدر حوصله ندارم که بر خودم چایی هم نمیرسم. نگار من میفهمم چی میگی، هممون یه جور تنهاییم، ولی خب تنهایی همیشه هم بد نیست. شب داشتم عکس بچگیم رو نگاه میکردم، خونه قدیمی رو یادته، من و تو الهام دوره اون دیگه نظری داشتیم میدویدیم. حافظ من فقط اون 5 سالی که تو 17 ربی مامانه برای مامانم آش نظری میپخت فهمیدم زندگی چیه. بهتر روزای زندگی من همون موقع. آره واقعا بهترین روزامون بود. یادت مامانم میگفت هر کی هر آرزو داره دعا کنه. میدونی من چه آرزو میکردم؟ هم موقعی که دستش شکسته بود همه به توجه میکردم، محبت کردم. منم دوست داشتم دستم بشکنه. اینو چرا میخندی؟ آرزو کنی دستت بشکنه؟ نمیدونم چی بگم واقعا. از همه اول فکر میکردم تا آخرش امرو همین. خب نگار جون، الان چی باعث شده تو فکر کنی من همراهی نمی کنم باید؟ تو دختر دایی منی، از بچگی با هم بزرگ شدی، یکی از عزیزترین آدم های زندگی منی، چرا فکر میکنی الان اینجور نیست؟ بلش کن اینا رو، ببریم بالا زنگ زنگ بدایی، میشینیم دارم شام میخوریم، خوشحالی میکنیم. ببریم. نه بابا، من اصلا دوست ندارم کسی من اینطوری ببینه. طوری نیست که، خیلی هم خوبه. ببریم، مامان هم دلش تنگ شده. نه اصرار نکن، نمیام، میخوام برم. از من امروز کلن داشتم به این فکر میکردم که اگه من و تو با هم ازدواج نکنیم چی میشه. خب به چه نتیجه رسیدی؟ چی میشه؟ من اتفاقا میگم بد نیست در موردش فکر کنیم. شاید
فکر کردم در موردش خوب باشه. دیدی ازم دلخوری؟ نه دلخوری ساخه بابا همچین پسر توفهی هم نیست. دلبسته اون در مقای فکستانی سر به هوا با آیندهش فکر نمی کنم. چی برات آدم جالبیه؟ این اخلاقت، این رفتارت رو خیلی دوست داشتم. وقتی زلزله شد دو هفته رفتی، اصلا پوز میدادم به همه، خوشحال بودم. ولی نمیدونم از وقتی که قرار شد با هم ازدواج کنیم چرا چیز شدم، اصلا کارات رفت تو مخم. فهمی چی میگم؟ به خودت هم داری میگی دیگه، تو اول دوست داشتی بعدش رفته رو مخت، پس اون که تغییر کرده من نیستم، توی. من فکر میکنم بد نیست واقعا در موردش فکر کنیم. شاید من و تو از نظر یه پسرم و دختر دایی خیلی خیلی خوب باشیم، ولی به درد یه اون زندگی نمیخوریم. واقعا بیا بهش فکر کن، هر دوم بهش فکر کن. خداحافظ. قرصشو میخورم. قرص فایده نداره، باید یاد بگیری انسولین بزنی. من آمپول بزنم؟ من از آمپول میترسم پسر جان. آمپول چه قربونت برم، یه سوزن انقدی خودت هم یاد بگیری بزن، من خیالم راحت تره. حالا شما فعلا قرص فشار رو تو بخور. شما تو امشب چتونه؟ چرا همچی میکنین با من؟ پاشو از روی میز میشکنه. نمیشکنه. خب خانم شما هم یاد بگیر دیگه شیرینی نخر. خونه کی دیابتی داره دلیل نداره شیرینی بخری. من شیرینی خریدم؟ با کی خریده؟ هر کی، آقا اصلا خطرناکه، نباید بخورینه. من توت خوش گرفتم اونجا با چای بخورین. بابا من چایمو با توت خوش میخورم مگه نه؟ حرفای شما متین، ولی مامان خانم یه استکان چای شیرین صبحشو حتما باید بخوره. خب نباید بخوره، اشتباهه. اشتباه مادر من. این همه آدم اعتیاد دارن ترک میکنن، یه چای شیرین که ترک کردنش کاری نداره. من که دارم چایمو با اون توتی که تو خریدی میخورم. خیلی خوب، من برم بخوابم. تو هم برو بخواب، این بچه را زیاد بیدار نگه ندار، فردا باید بره سر کار. چشم، شب بخیر. شنیدم فردا قراره بری کلینیک. آره؟ آره. چه خوب. ببین مامان، ازدواج فامیلی یه خوبیایی داره، یه بدیایی هم داره. خوبیش اینه که دو تا فامیل همدیگر رو میشناسن. بعدیش اینه که اگه اختلافی بین زن و شوهر پیش بیاد، یه فامیل میرسه به هم. واسه همین تو برای این ازدواج باید خیلی مراقب باشی، حواستو جمع کنی، یه جایی هم باید کوتاه بیای. باشه چشم. آفرین پسرم، شبت بخیر. شب بخیر. حافظ، شما دو سه روز تو خودتی، من موضوع رو متوجه شدم. ماجرام فقط قتل اون پسر افغانستانی نیست. میدونی چیه؟ من دارم به خودم فکر میکنم کاش بعد دیپلم میرفتم سر کار. اصلا برای چی پزشکی خوندم؟ پزشکی خوندم که زیر دین یکی دیگه باشیم، اصلا هممون زیر دین باشیم. چرا دایی چیزی گفته؟ ببین هر روزی که میرسه من از روز بعدیش بیشتر میترسم. حافظ، بس بس، حافظ، ببین منو، حافظ. بله. بیا یکم غیبت کنیم، حالمون خوب شه. چی میخوای بشنوی؟ بگو بهت بگم. اون چیزی که ذهنتو مشغول کرده.
نگاه بده چی ذهنمو مشغول کرده. به من واقعا حالم بده، حالم بده دیگه. آقا همه دارن برای من تصمیم میگیرن، من چی بخورم، کجا برم، چیکار کنم، چه ماشینی سوارشم، کجا کار کنم. آقا هدف من این نبود الهام. خره نگار دوستت داره. بله به همینم هم من شک دارم. نگار یه تصویری ساخته از من تو ذهنش، اونو دوست داره. اونم خودش نساخته، باباش ساخته براش. عزیز من با هم که زندگی بکنی با خود واقعیت هم کنار میاد. چقدر تو ساده ای. فعلا که من الان دارم با اون کنار میام، با این همه خواسته و تحمیل. حافظ این یه سوال منو هیچ وقت جواب ندادی. تو عاشق نگاری؟ تو خودت میدونی الهام، من اصلا وقت نداشتم به کسی دل ببندم. از وقتی هم بحث نگار پیش اومد من گفتم باشه، اصلا به کسی دیگه ای فکر نکردم. اصلا فکر میگم دوست داشتن همینه که یکی رو با همه خوبی ها و بدیاش بپذیری. ولی واقعا دایی و نگار دارن همه چی رو از من میگیرن. وا دایی که هر چی داره داره میده به تو. دخترشو داره میده، مطب رو داره میده، خونه داره میده، ماشین داره میده. چقدر پررویی تو. الهام منم خوشحالم که قرار خونه خوب، مطب خوب، شرایط خوب داشته باشم. اصلا کی بدش میاد که شرایط زندگیش خوب باشه؟ ولی مسئله من اینه که آقا منم یه خواست و دغدغه‌ای دارم دیگه. دایی و نگار دارن اونا رو از من میگیرن. آقا اصلا من دلم شاید خواست برم تو اون کلینیک تمام وقت کار کنم، ولی به خواست خودم، نه به تحمیل اونا. اصلا نگار یه جوری از اون درمونگا و محله حرف میزنه نگار چه خبره. من قراره یه عمر با نگار زندگی کنم، نمیتونم هر روز سر دغدغه‌ام باش دعوا کنم. اصلا این خانم اگه منو دوست داشت، من یک سال تو اون درمونگا یک بار پا میشد میومد ببین شوهر آیندهش کجا داره کار میکنه. ببین الان اینا رو گفته یاد یه چیزی افتادم، یه جا خوندم گفتش که بگو مردا چند دستن. چند دستن؟ دو دستن. یه دستشون اونایی هن که دنبال یه زن کامل میگردن که اغلب هم هرگز پیداش نمی کنن. دسته دوم اونایی هن که میپذیرن زنی که کنارشونه کامله. اون وقت الان من جز کدوم دستم؟ اونه شد دیگه، من نمیدونم. فقط میدونم که به جای دایی با نگار صحبت کنی، چون که قراره اون با نگار زندگی کنی دیگه، ندایی. خستم کردی حافظ، اصلا میخوام برم بخوابم. بمون یه لحظه، حرف میزنی پامیشی میری؟ برو بابا. آزمایش‌ها که خوبه، ولی ببینید دو تا چیزی که خیلی مهمه، یکی تغذیه است، یکی هم روحیه‌شونه. اگه ببینید شما ناامیدین و باختین و اینا، خیلی براش بده واقعا. باید مراقب باشید. آره دکتر واقعا سخته، نمیدونین از شیمی درمانی که میاد خونه چقدر حالش بده. مثلا انگار نمیتونه دو قدم برداره. بعد خیلی هم حالت تعو داره، همش عصبیه، هی به این اون پیله میکنه. بله حق داری، اینا اثرهای طبیعی شیمی درمانیه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی اگه میبینید که داره روتون فشار میاره، باید بری پیش یه روانشناس که کار به جای بدتری نرسه. دکتر خدا خیرت بده، همین که هر بار میای مطب شما تو کلام صحبت میکنیم کلی آروم میشیم. من در خدمتم، هر وقت خواستین حرف بزنین، هر وقت مشکلی بود، من هر کاری از دستم برمیاد واقعا انجام میدم، دریغ نمیکنم. در خدمتتون ان شاء الله که حال خانومتون خوب باشه. قربون شما. دکتر جان اینم کارت عروسی دخترم. به به مبارکه. سلامت باش. مبارک. تو کار خوبی کردیم، عروسی رو انداختیم. کمک شما نبود نمیشد. نه بابا من کاری نکردم، کمک همکاراست و خاص خدا. خیلی مبارک باشه برای خانومتون، این کار خیلی خوبه. حتما تشریف بیارین. ببین چشم اگه برسم حتما چراغ مجلسمون رو روشن می‌کنم. قربون شما، ممنون از دعوت. ان شاءالله که مبارک باشه. پای عزت خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دکتر عصر میای بریم ساختمون جدید؟ نه فکر نکنم برسم. بابا چرا نه بیزوقی بیا بریم دیگه، اتاق تو انتخاب کن. فردا میگی پنجره نداشت دلم گرفت. بیا بریم حافظ. بله.
عروسیو که میای. اونم نمیدونم، اگه کاری نداشته باشم شاید بیام. چته تو؟ چرا تو همین؟ چیزی شده؟ نه من که میدونم چیزی شده، حالا میام با صحبت میکنم. روزبه اینجا نوشته دکتر جهانبخش و بانو. این بانو کار کیه؟ کار من. چرا؟ خواستم بهت بگم آیمه تنها نمیتونی جایی بری. ما هنوز هیچی رسمی نکردیم. بله فعلا دکتر. خب بچه خزیزم نفس عمیق، یه نفس عمیق دیگه. عالی. ببینید اون لیست بچه ها رو که بهم دادیم و سعی میکنم همه شون رو معاینه کنم. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. ما خیلی شانس آوردیم که شما اومدین اینجا. نه بابا من درس خوندم که همین کارا رو بکنم دیگه. آقا ما میتونیم بریم؟ چی شده؟ عجله داریم؟ کار داریم؟ بله بفرمایید. خداحافظ. شما نوشتین؟ بله. مال کیه؟ سعدی. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. چرا حافظ اینقدر معروف شده وقتی سعدی هست؟ سوالتون نفهم، ولی خب سعدی هم خیلی معروفه. البته بستگی به حال آدم ها داره که کدوم رو دوست داشته باشن. یعنی یه سری حافظ رو دوست دارن، یه سری سعدی رو. به نظر من حافظ و سعدی مثل شب و روزن. یعنی حافظ شاعر شبه، سعدی شاعر روز. چه تعبیر قشنگی. فکر نمی کردم دکترم اهل شعر و شاعری باشن. چرا حسن، خیلی هم زیاد اتفاقا هستن. من یه دوستی داشتم دانشکده پزشکی، منده خدا یه روز کلاس آناتومی رو ول کرد رفت یعنی دیگه بر نگشت. بعد که سراغش رو گرفتم گفتم چرا دیگه نمیاد، گفت ببین پزشکی فقط در مورد رگ و پی و خون و جسم آدم، من دنبال یه چیزی بیشتر از اون میگردم، روح آدم. بعد اینکه این حرف ازش شنیدم و این دیدم که این دانشگاه رو ول کرده، یه ذره خودم بیشتر فکرم رفت سمت ادبیات و شعر و این چیزا. شما شعرم میگی؟ یه چیزایی میگم. جدن؟ آره. جای چاپ هم شده؟ چاپ که آره، خواهرم یه جای چاپ کرده رو کارت و اینا تو مراسم تولد و عروس. ولی من مدرسه که بودم یه معلم ادبیات داشتیم، یه روز رفتم بهش گفتم که آقا اینو میشه بخونید؟ گفت چیه؟ گفتم شعره. گفت کی نوشته؟ گفتم خودم نوشتم اگه اجازه بدید. من این خوند و گفت چه مسخره یه نوشتی؟ خب چون اسمت حافظه فکر کردی شاعری؟ برو بیرون. خیلی بیمزه دارم تعریف کنم، ببخشید. نه اتفاقا خیلی هم بامزه بود. از وقتی اومدم مدرسه اولین بار یکی میبینم شما میخندیم. راستش این مدت اینقدر ما پشت سر هم اتفاقات بد داشتیم که همه تو مدرسه یه جورای ناراحتیم. بله. ولی خب همیشه معمولا حالمون خیلی خوبه تو مدرسه، با اینکه مشکل زیاد داریم، امکانات نداریم، ولی هممون خوشحالیم، بچه هم همینطور. فهمیدم اینو. اتفاقا وقتی که مدرسه تعطیل میشه اینو بیشتر میفهمم، به خاطر اینکه تو مدرسه های دیگه بچه ها فرار میکنن برن، اینجا وقتی مدرسه تعطیل میشه بچه ها انگار دلشون نیست برفتن، انگار روحشون اینجا مونده. برای اینکه اینجا امن‌ترین و راحت‌ترین جاییه که این بچه ها دارن. اکثر بچه ها بعد مدرسه میرن سر کار، اونم کار سخت. اینجا هم درس میخونن، هم تفریح میکنن، هم استراحت. هیچ وقت شده تا حالا به این فکر کنی که بری یه جای بهتر، مثلا یه موقعیت بهتری، مدرسه ای که پول بهتری داره، امکانات بهتری داره؟ دروغ چرا؟ آره، به خصوص وقتی همه چی تو هم گره میخوره خیلی کلافه میشم. و
ولی همیشه فقط بهش فکر کردم، هیچ‌وقت انجامش ندادم. خب هیچ کس که از پول بعدش نمیاد. من برای اینکه دست و بالم بازتر باشه حسابداری کارگاه انجام میدم. هیچ وقت تا حالا نشده که از ته دل بخوام از اینجا برم. میدونی اینجور جاها کار کردن، اونم وقتی که خیلی زمان طولانی بخوای کار کنی، یه ذره فکر کنم فرسایشی و سخت بشه. نمیدونم، ولی طبیعیه که آدم بخواد به آیندهش فکر کنه. آره، ولی اگه همه بخواهیم اینجوری فکر کنن، پس کی به داده این بچه ها برسه؟ من که امیدوارم تا بازنشسته شدنم یکی پیدا کنم بذارم جای خودم. فعلا این تنها چیزیه که در مورد آینده بهش فکر میکنم. بچه های منم اومدن. بچه ها بدوین، 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یالا. یه چیزی. یه خواهشی داشتم ازت. بفرم. بعد ساعت درسی ما یه جلسه داریم برای انتخاب مدیر جدید. میخواستم خواهش کنم که شما هم بمونید. حالا من که هیچ سرشتی ندارم از این کار، ولی اگه شما میخواییم چشم. چشمتون بی بلا. خواهش میکنم. بالاخره فعلا شما هم معلم اینجا هستین. حالا خدا رو چه دیدین، شاید هم موندنی شدین. بله چشم. این شعرم من باید برای ساعت بعد پاک کنم. ببخشید. اشکال نداره. فعلا. بیا دیگه، بیا برو. چی کار داری میکنی؟ بیا برگرده بده برو. من خانم جعفری رو بهترین گزینه میدونم. آره منم با آقای محبی موافقم. خب این 2 نفر. آقای علوی شما چی؟ من هم خب به خانم جعفری رأی میدم. آقای جهانبخش. والا من خیلی شناختی از دوستانی که اینجا هستن ندارم، ولی میدونم کسی که اینجا قرار مدیر بشه، حالا فارغ از مهربون بودن، دلسوز بودن، باید هوش هیجانی بالایی داشته باشه. یعنی مثلا بتونه هیجانش کنترل کنه، تو شرایط بحرانی بتونه مسئله های اینجا رو حل کنه. من فکر میکنم تا اونجا که من شناختم خانم جعفری برای مدیریت اینجا مناسبه. خب خانم جعفری خودتون دیگه باید قبول کنین، ما همگی کمکتون میکنیم. بله خیلی ممنونم از همتون که به من رأی دادین، متشکرم. ولی من واقعا ترجیح میدم مدیر نشم. چرا آخه؟ بابا تو همین الانش هم یه جوری داری مدیریت میکنی دیگه. از همه هم بیشتر حواست به جمع جور کردن مدرسه است. تازه من که هنوز رأی ندادم، رأی منم توی. فکر نکنید من میخوام از زیر مسئولیت در برم، اصلا اینطوری نیست. هر کسی که مدیر بشه من همینقدر انرژی میذارم، حتی بیشتر. خب بس مشکل چیه؟ مجوز مدرسه که میدونین به اسم آقای عبدی بود. چون آقای موسوی افغانستانی بودن، خود آقای عبدی میرفتن دنبال کارهای اداری و تمدید مجوز و این حرفا. الان که دیگه آقای موسوی بین ما نیستن، لزومی نداره که یه افغانستانی مدیر بشه. منم مدیر بشم باز یه ایرانی باید بره دنبال کارهای اداری.
من میگم آقای محبی که بعد من بیشترین سابقه رو دارن خیلی گزینه مناسبی هستن. واقعا مهم نیست کی مدیر بشه، مهم اینه که مدرسه به مشکل نخوره. البته کاملا حرفشون درسته، منم موافقم. آره درست میگه. من حرفی ندارم. منم موافقم. تبریک باشه. پس همه موافقین؟ بله بله. لیلا جان زنگو بزن. زوده الان که؟ نه بزن. کیف منو پیدا کن، شال مشکیم توش جا. زنگو بزنم الان. خسته نباشی. خسته نباشی. خسته نباشی. وای وای. بله. ببخش من یه سوالی ازتون داشتم. بفهم. خانم جعفری افغانستانی هست؟ بله، مگه نمیدونستی؟ نه آخه چون لهجه ندارن اصلا، از چهرهشون مشخص نیست، من نفهمیدم اینو. نه آخه اصلا اینه که اینجا بدونی میگن لهجه ندارن، خیلی ما خودشون هم نمیتونن هم دیگر تشخیص بدن. امین نهاری با من. چه؟